وبسایت ریلیفی با انتشار گزارشی به وضعیت معیشتی در عراق پرداخت و فاش کرد که در حال حاضر در این کشور دو میلیون نفر نیازمند وجود دارد. بر اساس این گزارش نیمی از نیازمندان عراق را کودکان تشکیل می دهند. آمار دقیق تر عدد یک ممیز دهم میلیون کودک را نشان می دهد. اصلی ترین عامل وجود این تعداد کودک نیازمند در عراق اقدامها و جنایت های سنی های تون روی داعش بین سال های 2014 تا 2017 در شهرهای مختلف عراق است این وبسایت همچنین افزود طرح سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان نیازمند در جهان امسال از 78 درصد کمبود بودجه رنج می‌برد. بر اساس این گزارش سازمان یونیسف به 52 ممیز دو میلیون دلار بودجه نیاز دارد تا بتواند طرح امسال خود را اجرا کند لازم ذکر است سازمان ها مراکز و مؤسسه های وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق و سنی شیرازی دامزلو همواره با تکیه بر رهنمودهای معظم الله در زمینه حمایت از کودکان نیازمند گام برمی دارند. مؤسسه فرهنگی کوکاری مصباح حسین علیه السلام از جمله این مراکز است که از سالها پیش فعالیت در راستای حمایت از کودکان نیازمند و ایتام عراق را آغاز کرده و مدت هاست طرح منشور حمایت از ایتام عراق را در دستور کار خود قرار داده است